در این برنامه سخن شما یکی از کاربران از طریق اینترنت پرسیده که دادگاه عالی اروپا اخیراً حکم داده که شرکت گوگل باید حق فراموش شدن کاربران اروپایی را بپذیرد. نظر شما چیست؟ یکی از بنیانگذاران آژانس مخصوص هویت آنلاین افراد به این سوال پاسخ می‌دهد. پس از حکم اخیر واکنش گوگل خیلی سریع بود. فرمی به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار داد تا در آن مشخص کنند چه کسی هستند و کدام بخش از اطلاعات مربوط به خودشان را می‌خواهند حذف کنند و چرا می‌خواهند این اطلاعات را حذف کنند. از همان آغاز کار گوگل ده ها هزار تقاضا دریافت کرد. اساساً شما از این حق قانونی برخوردار شده اید که در صورت قلب هویت اتهامات ناروا و یا مثلا وجود محتوای پورنوگرافی در اینترنت که به شما مربوط می شود وجود مجازی شما فراموش شود. اقدام گوگل برای پاک کردن گذشته مجازی نوعی پذیرش این حق کاربر است که فراموش شود. گوگل مدت های مفهوم را رد می کرد. بنابراین از این نظر چیزی که رخ داده است نتایج عملی مفید دارد و می خواهم بگویم که نوعی واکنش نسبت به بحران ارتباطات است. البته می دانید که کسب و کار مهمتر است و گوگل می خواهد حسنیت خودش را نشان دهد. بنابراین این فرم آنلاین را در دسترس کاربران قرار داده است. اما این اقدام به این معنی نیست که از حکم دادگاه عالی اروپا فرجام نخواهد خواست یا تلاش نخواهد کرد دامنه شمول این قانون را محدودتر کند. بر حال آنچه باید درباره این فرم بدانید این است که فقط به جستجو با موتور گوگل در اروپا مربوط می شود. بنابراین محتوایی که می خواهید گوگل آن را حذف کند از اینترنت حذف نمی شود و همیشه راهی برای رسیدن به آن وجود خواهد داشت. حتی اگر نتایج جستجوهایی را که موضوع این قانون هستند نتوان در گوگل فرانسه یا گوگل آلمان پیدا کرد. می توان با جستجو در گوگل آمریکا یا در مکزیک یا هر موتور جستجوی دیگر گوگل همه این اطلاعاتی را که از موتورهای جستجوی گوگل در اروپا حذف شدند پیدا کرد. بنابراین در صحنه جهان فرم آنلاین گوگل فقط بخشی از مشکل را حل می کند. شما هم می توانید پرسش های خود را از طریق اینترنت با ما در میان بگذارید.